چند سال پیش دیدم، اسمش ساختمون یعقوب بود، یه فیلم مصری بود، یعقوب بیلدینگ. این فیلمو که من دیدم 4-5 سال پیش خیلی تحت تاثیرم قرار داد و همیشه دلم میخواست از یه ساختمونی با زندگی آدما عکاسی کنم. یک سال و نیم پیش من شروع کردم با چند تا دوستان و خاله خودم که تو اکباتان زندگی میکنه، پسر خالم، رفتم خونهشون و طریق اون و یک سری دوستای دیگه شروع کردم با آدمای مختلفی آشنا شدن و تو خونهشون میرفتم ازشون عکس میگرفتم. 6 ماه هم این پروژه رو ادامه دادم، ولی وقتی که تقریبا عکاسیم تموم شد، عکسا رو نگاه کردم، هیچ حس و حالی به خودم دست نداد. شاید من باید یه جور دیگه عکاسی کنم. اومدم ساختمون خودمون رو انتخاب کردم، ساختمونی که توش من 10 ساله دارم با شوهرم زندگی میکنم. گفتم شاید چون من اینجا آدما رو میشناسم، یه خیلی از آشناهای خودم که بچگی باشون بزرگ شدم توی اون ساختمون زندگی میکنن. بیشتر این بچه هایی که تو عکسا میبینین دوستای بچگی های منن، همسایه کناریمونم، پسر خالمه، برادرمه، داستاناشون رو من میدونم. شروع کردم از اینا عکاسی کردن، منتها تو هر کدوم توی خونه از این ساختمون. ولی بازم وقتی پروژه تقریبا داشت تموم میشد، عکسا رو نگاه کردم، دیدم نه، بازم نشده. و باز من 4 ماه عکاسی رو ول کردم و به خودم لعنت و فحش و واقعا حالم بد بود. گفتم پس بیام امتحان کنم تو این اتاق، ببینم میتونم این پروژه رو تو این اتاق انجام بدم. اولین عکسی که گرفتم همون عکس دختریه که روی تخت نشسته با 2 موبایل و کیفش. اون عکس رو گرفتم و در عرض 6 ماه تقریبا 10 پورتری دیگه گرفتم. تقریبا هر هفته ما عکاسی میکردیم، 3 روز در هفته به مدت 6 ماه، و خیلی عکس گرفتم جاهای مختلف، ولی خب خیلی هاشو ادیت کردم و هیچ موقع نشون ندادم. و هر یه دونه عکسی که میخواستم بگیرم، برای اینکه دوست نداشتم توش اغراق باشه، دوست نداشتم توش اضافه گویی باشه، دوست نداشتم یه چیزی اگزاجره بشه توش، واقعا همون حس و حال آدمای دور و برم. یه چیزی که دوست داشتم بگم اینه که من دغدغم داستان گفتن آدماست و اینه که هر دفعه یه پروژه شخصی تر یکم انجام میدم، کامل تر از پروژه قبلیم باشه. یعنی من یه شبه این عکسا رو نگرفتم. شما وقتی که برگردیم به سال 2006 پورتره مادرای شهیدم رو بگیرین ببینین، اون پورتره ها موقعی من گرفتم که در اوج کار خبری بودم. کلن اصولا همیشه دغدغم عکاسی پورتره بوده و داستانگویی، داستان گفتن از آدم ها، و فرقی نمی کنه خبری باشه، مستند اجتماعی باشه، یا به قول شما استیج فوتوگرافی. من خیلی به این اسما قید و بند ندارم، فقط میخوام کارم رو بکنم و هر دفعه که یک پروژه انجام میدم تمام سعیم رو میکنم که از پروژه قبلی بهتر باشه.